دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید در جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یه قطعه های ناگفته ای در گفتار و رفتار کنش و واکنش های ما هستند که هر کدومشون به نوعی تاثیر قوی و بزرگی در کیفیت زندگی ما دارند برای همین تصمیم گرفتم در هر اپیزود پادکست لام تا کلام به یک کدوم از این ناگفته ها بیشتر بپردازم الان شما داریم به اپیزود دوم لام تا کلام گوش میدین در اردی به هشت و, و ما قرار راجع به روابط سمی صحبت کنیم کوچینگ هایی که با کلاینت ها و مراجعین داشتم متوجه شدم خیلی ها توی روابطی گیر میکنن و ادامه میدن که این رابطه ها بسیار ناکارآمد و سمیه و انقدر در حاشیه ماجرای مدل رابطه ها گیرن که اصلا متوجه نیستن بابا جان این مدل رابطه طبیعی نیست و قرار نیست برای ارتباط با سایری ما انقدر عذاب بکشیم این حجم اندوه و غم رو تجربه بکنیم حس ناکافی بودن بگیریم عذاب وجدان زیاد داشته باشیم حس کوچیک بودن دیده نشدن رو تجربه بکنیم یعنی اینها همه علائم یک رابطه ناسالم و سمی هستن خب اول ببینیم که رابطه ناسالم و سمی چیه قبل از هر چیز من دو تا مورد رو میخوام اینجا به شما توضیح بدم اول از همه اینه که بگم منظور ما اینجا از رابطه فقط رابطه عاطفی و عشقی یا اینتیمت نیست هر رابطه با اطرافیانتون با مشخصه های متفاوت مثل رابطه با والدین با خواهر برادر با اطرافیان فامیل دوست همکار همه اینا جزو روابط میتونه باشه میتونه سلامت باشه یا ناسالم دوم میخوام بهتون بگم خواهش میکنم با شنیدن یک یا دو علامت و نشونه زود به این نتیجه نرسین که او او سلماز گفتین این رابطه سمی نی... سمیه پس من بزنم و برم خداحافظ نه هدف من اینه که شما اول مشکل رو ببینید ببینید که مشکلی وجود داره دوم سهم خودتون رو در این مشکل ببینید ببینین آقا این اتفاق این اتفاق برای چی افتاده من چرا تو این رابطه گیر کردم اعتماد به نفسم پایینه عزت نفسم پایینه چه پیشینه ای باعث این شده چرا اینجا و سوم با توجه به همه اطلاعات تصمیم بگیرین که میخواین از کجا شروع بکنین خلاصه مختصر و مفید بهتون بگم آمیانش اینه که خواهش میکنم سر سه سود زیر کاسه همه چی نزنین یه خورده فکر کنین اول خب ببینیم نشونه ها و علائم رابطه ناسالم و سمی چه چیزایی میتونه باشه اولیش که یکی از مهمتریناش هم هست اینه که همش حالتون بده با رابطه با معاشرت با زمانی که با اون شخص میگذرنین یا اون اشخاص میگذرنین حال شما خوش نیست وقتی دورور اون آدم یا آدم ها هستید احساس میکنید سینتون سنگینه احساس میکنید یه چیزی داره وجودتون رو میفشره حال خوشی ندارید این نشونه خیلی خیلی مهمه چرا؟ چون برمیگرده به شناخت شما از عواطف احساسات و حالتون در لحظه نشونه دوم نمیتونین نیازاتون رو بیان کنین چون اصلا ای براتون وجود, وجود نداره شده تو رابطه باشید که بخواین نیاز و خواستتون رو بیان کنین و خودتون به خودتون بگین خب که چی؟ حالا فایدهش چیه؟ که به حرف من میخواد گوش کنه نشونه سوم همه یا حداکثر درصد بالایی از تلاش زمان انرژی و در رابطه عشقی عشق و علاقه از طرف شما در رابطه تزریق میشه و شخص یا اشخاص مقابل فقط گیرنده هستن شما دهندگی مطلق دارین انجام میدین و اونا به راحتی دارن از شما استفاده میکنن نشونه بعدی یه جمله رو خیلی میشنوین جمله چیه؟ بزا بهت نشون بدم بزا بهت ثابت کنم چقدر اشتباه میکنی یا رفتارت چقدر اشتباهه تو که نمیفهمی بیا من برای توضیح میدم تو که متوجه نیستی نشونه بعدی که یکی از بارسترین و در کمال تعجب رایجترین نشونه های یک رابطه سمیه آزار کلامی یا فیزیکی دوستان من اگر شخصی به خودش اجازه بده که از لغتهای بد نامناسب دشنام ناسزا برای مکالمه با شما استفاده بکنه اگه خدایی نکرده به خودش اجازه بده که از نظر فیزیکی به شما آسیب برسونه شما با اون آدم یا آدما در یک رابطه سمی هستید و مسلما نیاز دارید که قبل از هر چیز کمک بگیرید و یه فکری به حال این رابطه بکنید اصلا و ابدا عادی نیست که ما برای مکالممون از لغتهای نامناسب استفاده کنیم و طرف مقابلمون رو معذب بکنیم این اصلا عادی نیست که چون خشممون زیاده از نظر فیزیکی به سایرین آسیب برسونیم نه عادیه نه جایزه نه شایسته و اما نشونه بعدی نشونه بعدی به زبان انگلیسی بهش میگن passive aggressiveness تو much passive aggressiveness یا منفعل تهاجمی این یعنی چی؟ یعنی در ظاهر من کاملا منفعلم و خیلی هم ریلکسم مشکلی هم ندارم گاهی مواقع خیلی هم آرامش دارم ولی در باطن یک خشم بالایی رو دارم حمل میکنم و همه اتفاقاتی که برای شما به عنوان کسی که با من تو رابطه هستی میفته غیر مستقیم و پشت صحنه است حمله غیر مستقیم با هدف کنترل شما انجام میشه سمی بودن این رابطه بیشتر به خاطر دزدیده شدن توانایی شما برای پاسخ و روبرو شدن با مسئله در لحظه است یه لغت هایی هست که آدم هایی که با پسیو اگریسیونس یا نشانه انفعال و تهاجمی منفعل تهاجمی با شما روبرو میشن این لغت ها رو استفاده میکنن مثل چی حالا هر چی مثلا دارین با طرف صحبت میکنین میخواد دیگه باتون حرف نزنه میگه حالا هر چی یا من خوبم من که مشکل ندارم I'm fine ولی زیرش چیه؟ حالا تو برو اون کاری که دوست داری بکن تا خدمتت برسم اگه بخوام یه مثال بهتون بزنم مثلا دیدین یکی بهتون بگه تو رابطه باشه من تنها میمونم خونه تو برو خوش بگذرون باشه باشه نه نه من که مشکل نه من خوبم برو 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 تو خوش بگذرون این هم پارتنرتون بهتون بگه هم والدین خیلی از این نشونه از این ابزار استفاده میکنن برای فلش کردن بچه پس اینم یکی از نشونه هاست یکی از علامت دیگه رابطه ناسالم یا سمی اینه که آقا جان هیچ مشکلی تو اینجور مواقع تو اینجور مز... روابط حل نمیشه یعنی چی؟ ببینیم ما اصولا تو رابطه همون همیشه مشکل داریم بحث پیش میاد یا آرگومنتی میشه حتی ممکنه صدایی بره بالا صدایی بیاد پایین ولی در انتها به یه راه حلی میرسیم به یه نقطه مشترکی میرسیم ولی تو رابطه سمی آخر این بحثا به هیچ نتیجه نمیرسیم. فقط کلافگی، دعواس، دعواز ناراحتیه تمام نیاز برطرف نشده باقی میمونه تازه بعضی موقع ها ممکنه سوء تفاهمی هم پیش بیاد که یکی باید بیاد اونو حلش بکن نشونه بعدی اینه که هر مشکلی که شما دارین در هر دردسری هستین طرف مقابل یا آدمای مقابلتون مشکلات بزرگتر و بدتر و پردردسرتر دارن و اصلا شما تو اولویت بیان رنج و مشکل نیستین تو رابطه سالم هر کدوم از طرفین حرکت همدیگه رو میشنوند مشکلات و حرفای همدیگه رو میشنوند و بعد بر اساس سعی میکنن همدیگه رو حمایت بکنن ولی تو رابطه سمی حتی اگر شما نیاز به حمایت هم داشته باشین باز هم حمایت و سپورت عجیب میره سراغ طرف مقابلتون مثلا طرف میگه بابا من امروز خیلی مریضم وای چقدر حالم بده چقدر استرس دارم از تخت نمیتونم بیام بیرون وای 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 تو خدا بزنین حرفا بعدم بعدا بگو م? یا شده شما توی رابطه ای باشین یه تعاملی پیش اومده باشه یه مشکل رو مطرح کنین و یه دفعه به خودتون میای میبینی بابا یه ساعت طرف مقابلتون داره در مورد خودش مشکلاتش صحبت میکنه میمونین اونجا میگین شد کی بس برگشت سمت تو چرا باز دوباره م... مرکز توجه مشکلات تو شدی من چی شدم این یه علامت دیگه است که شنونده بودن وجود نداره مشکل شما هم هیچ وقت دیده نمیشه بهش شنیدم نمیشه علامت بعدی پرایوسی یا حریمه من راجع به حریم شخصی حریم عاطفی توی پیج اینستاگرامم تا دلتون بخواد ویدیو مثال دارم اینجا میخوام بهتون بگم یعنی معنی حریم اونجا کاملا توضیح داده شده ما میدونیم که هر شخصی شایسته اینه که حریم خودش رو داشته باشه و اینو برای حفظ سلامت روان و یا سنتی خودمون هممون احتیاج داریم واجب و ضروریه ولی اگر تو رابطه این حریما حفظ نشه یعنی اگه یه نفر هست که دائما داره میره تو قبضا و رسیدای شما به سرشون میکنه تو ببینه چه خبره اگه یکی هست دائم تو تلفنتونه دائم داره مسیجا و پیغامای شما رو چک میکنه دوست عزیز این یه علامت رابطه سمیه البته بازه پرانتز اینجا وا بکنم اینا همه مبناش بر اینه که هیچ اتفاق قبلی که اعتماد اون آدم کامل از بین رفته باشه نیفتاده باشه مثل چی؟ یک اتفاق خیلی بدی مثل خیانت کسایی که تو خیانت باشن ناخداگاه دائم دارن طرف مقابلشون رو چک میکنن که اون بحثی که ما بعدم بهش میپردازیم علامت بعدی علامتیه به نام دروغ و تقلب آقا دروغ و تقلب قاتل اعتمادن و اعتمادی که با این دوتا اب بین بره به دست آوردنش خیلی سخته و وقتی به دست نیاد رابطه رابطه سمی میشه بعد یادمون باشه پشت هر دروغ و متقلب بازی و تقلب کردن کمبود اعتماد به نفس میاد به هر حال هر جفت اینا نشونه هایی از یک رابطه ناسالمند. نشونه بعدی اینه که تصمیمای بزرگ توی رابطه ناسالم فقط مال آدمای مهمن حالا آدمای مهم کیان هر کسی غیر از شما که تو اون رابطه این یعنی چی یعنی وقتی میخوان تصمیمی بگیرن چه یه نفر چه چند نفر که با شما تو رابطهن چه تو خانواده چه تو رابطهتون با پارتنرتون با همسرتون تصمیمای بزرگ هیچ وقت شما توشون لحاظ نمیشین بدون حضور شما گرفته میشه اما عواقب اون تصمیما گریبان شما رو هم میگیره و این یه علامتی از یک رابطه ناسالم نشونه بعدی قهره باز راجع به قهر من کلی لایو و ویدیو و مطلب دارم که تعریفش رو کامل انجام دادم فقط اینجا به خلاصه میخوام بهتون بگم دوستان من اگر شما تو رابطه هستید که شخص یا اشخاص موجود در رابطه شما به هر دلیلی ترجیح میدن به جای اینکه رک و پوسکنده مستقیم با شما صحبت کنن باهاتون قر کنن براتون قیافه بگیرن به هزار نحو غیر مستقیم و منفی دیگه شما رو تحت تاثیر قرار بدن این رابطه رابطه سلامتی نیست و فوق العاده سمیه قهر یک آزار روحی و روانیه هیچ کس اجازه نداره این کارو با شما بکنه مگر اینکه قبلش به شما بگه من فعلا آماده معاشرت کردن صحبت کردم با تو رو ندارم به من یه مدت فرصت بده تا ببینم میخوام چی کار کنم این خیلی با این فرق داره که شما رو بویکات کنه و با باتون قهر کنه قهر کردن نشونه رابطه سمیه و علامت بعدی علامتی به نام تیک انداختن تیک انداختن قرقر کردن و شکایت کردن و من همیشه میگم اینا یه موانع ارتباطی که باعث میشن رابطه به سمت رابطه سمی رشد بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه باز دوباره من نمیتونم حرفم مستقیم به شما بزنم هزار تا پیچ و واپیچ میکنم و لغت ها رو مثل افعی های پرنده می... از دهانم میندازم بیرون میاد شما رو نیش میزنه چقدر حس بد و سمی به شما می داده میشه چقدر حالتون بد میشه به جایی که بیام مستقیم باتون صحبت کنم قرقر و شکایت هم یکی از اوناست وقتی یه نفر دائم قر میزنه وقتی داره شکایت میکنه تمرکزش از روی مشکل از روی راه حل برداشته میشه میره رو مشکل یعنی ناخداگاه فقط شدم خداگاه ما نمیدونیم تو این رابطه تمرکز رو چیه؟ رو مشکلات روی اتفاقات بد روی چیزای منفی فقط تمرکز اینجاست این رابطه رابطه ناسالمیه رابطه سالم رابطه ای که ما ببینیم مشکل کجاست به مشکل بپردازیم مشخصش کنیم بعد دیگه تمام تمرکزمون رو بذاریم رو راه حل نه دوباره رو مشکل نه رو نشخار فکری و ذهنی مشکل و به چیزهایی که نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم یک کله قرو شکایت فایدهای نداره رابطه رو خراب میکنه و آخرین نشانه و علامتی که تو این اپیزود میخوایم راجبش صحبت بکنیم منفیگویی و غیبته دوستان عزیزم اگر با شخصی اشخاصی تو رابطه هستین که به هر دلیلی به خودشون اجازه میدن پشت سر سایرین پشت سر هم وار، صحبت کنن غیبت کنن و راجبشون منفی بگن شما هم در امان نیستید و بدتر از همه اینه که این الگوی رفتاری و گفتاری الگوی قالب معاشرت شما با اونها خواهد شد و یواش یواش میبینید شما هم شبیه اونا شدین پس منفیگوی و غیبت هم یکی از نشانه های رابطه ناسالم و سمیه دوستان عزیز نازنین من همراه های پادکست لام تا کلام همه شما شایستگی بودن در یک رابطه سلامت و داشتن آرامش رو دارید فقط ابتدا خودتون رو از تله های بیارزشی بیارید بیرون و هر آنچه این رابطه سمی بهتون تزریق کرده رو یواش یواش بعد از خودتون دور کنین و خودتون رو پیدا بکنید بازم میگم با دونستن چند تا نشانه و علامت بدون درخواست کمک تخصصی تغییر انقلابی و شمشیری رو تو رابطه هاتون انجام ندید ولی حضور داشتن به اتفاق دیدن ماجرا و دونستنش خیلی به ما کمک میکنه که کیفیت زندگیمون رو بهتر بکنیم دلتون شاد و تنتون سلامت